سرخط مهمترین خبرها. راه‌اندازی همه‌پرسی از شهروندان آمریکا برای درج نام پاکستان در فهرست کشورهای پشتیبان هراس افغانان. تأکید اتحادیه اروپا بر بیرون کردن 80,000 پناهجوی افغان از کشورهای اروپایی. و کشته شدن 15 شهروند سوری اثر درگیری‌های خیابانی و ادامه حمله‌های هوایی در حلب. سلام، با پیشکش این مجموعه خبری از تلویزیون جهانی خورشید با شما خواهیم بود. شنبه امروز دهم میزان 1305 هجری خورشیدی برابر است با 1 اکتبر سال 2016 میلادی. من سید فرید صنایعی هستم. بیشتر از 450,000 شهروند آمریکا از کاخ سفید خواستند تا پاکستان را شامل فهرست سیاه کشورهای حامی هراس افغانی بسازد. وزارت خارجه آن کشور از 21 اکتبر برنامه‌ای را به این هدف راه‌اندازی کرده است و برای عملی شدن این کار آمریکا به 100,000 رأی ضرورت دارد که گفته می‌شود تا اکنون 3 برابر آن رأی جمع‌آوری شده است. زبیولا دورندش گزارش می‌دهد. کاخ سفید برای نخستین بار کارزاری را به هدف به حاشیه راندن اسلام آباد در فهرست کشورهای حامی هراس افغانان در میان مردمش راه اندازی کرده است. این برنامه پس از درخواست دو قانونگذار آمریکا از 21 سپتامبر سال 2016 میلادی آغاز شده است. به گفته می شود مردم آمریکا تا 21 اکتبر سال روان فرصت دارند در این مورد نظر بدهند. کاخ سفید برای شامل ساختن پاکستان در فهرست کشورهای حامی از هراس افغانی به 100,000 رای نیاز دارد. اکنون گفته می شود از 11 روز به این سو نزدیک به 450,000 شهروند آمریکا رای دادند تا اسلام آباد در این فهرست شامل گردد. آمریکا شامل لیست حتی سیاه بکنه کسایی که یا کشورهایی که حامی تروریسم هستند و ایران قلمداد بکنه. ما از او خواهش می کنیم که تا حد امکان کوشش کنه که کشور پاکستان در لیست سیاه قرار بده. اکنون شورای ملی این مسئله را حل شده می‌داند و از واشنگتن می‌خواهد تا به خواست مردمش و نیز مردمانی که از هراس افغانی رنج می‌برند ارج بگذارد. اونا باید که برای مردم احترام گذاشته شود، اونا را باید در لیست سیاه گرفته شود و مسائلی که ارتباط می‌گیره با حکومت آمریکا و جامعه جهانی او را باید تطبیق بکنه، جامعه عملی بپوشن تا اونا تظاهرات بیشتر آغاز بکنند. بارها واشنگتن و اکنون مردمش پاکستان را از بحر صادق نبودنش در امر مبارزه با هراس افغانی متهم می کنند. حالا پرسش اینجاست چه انگیزه وجود دارد که آمریکا پاکستان را نمی خواهد در این فهرست بگنجاند؟ در آخرین رای پرسی یا نظرسنجی هایی که صورت گرفته اینا به 100,000 رای ضرورت دارند، در حالی که بالای 450,000 رای شده. ما باشم ایواز ایالات متحده آمریکا و کنگرس آمریکا فردای تحریم اعلان میکنم و پاکستان را به انزوای سیاسی میکشم. کشورهای همسایه پاکستان از افغانستان گرفته تا هندوستان، بنگلادش، نیپال و بوتان اسلام آباد را به پشتیبانی از هراس افغانی متهم کردند و حتی در آخرین اقدام از اشتراک در نشست سارک را در آن کشور ابا ورزیدند. اتحاد اتازونی کولی شي چې پاکستان باندې ډیر فشار راوړي چې د تروریستان نور تربیه نه کی افغانستان ته راونه لګي. د خپل افغان پاکستان باید یو د صلح یو ځای وګرځوي. خدا تر هغه وخت پورې نه کیږي تر څو چې د پاکستان د اردو په موقف کې تغییر نه وي راغلی. با این همه پیش از این امریکا فروش 8 جنگنده F-16 به کمک سالانه 450 میلیون دلاری خود را به پاکستان متوقف ساخته است. گفته می شود پاکستان از سال 2001 تا اکنون 13 میلیارد دلار را زیر نام مبارزه با هراس افغانی از واشنگتن دریافت کرده است. اتحادیه اروپا بار دیگر برای اخراج 80,000 پناهجوی افغان تاکید کرده است. مقام های اتحادیه اروپا همچنان از کمک سالانه 25 میلیون یورو به منظور ایجاد فرصت های شغلی برای پناهجویانی که بازگشت داده می شوند خبر داده و خواستار تعهد حکومت افغانستان برای ایجاد زمینه بازگشت این پناهجویان شده است. شکیب مولی‌زاده با اجازه بیشترین خبر. چند روز مانده به برگزاری نشست بروکسل در مورد افغانستان، مقام‌های اتحادیه اروپا در یکی از نشست‌های مقدماتیشان از تصمیم این اتحادیه برای اخراج 80,000 پناهجوی افغان که درخواست آنان رد شده خبر دادند.
گفتن ما سالانه 25 میلیون یورو برای کسایی که از اروپا دوباره برگشتانده بشن برای افغانستان در نظر گرفتیم که تا در بخش آموزش دهی عرفی و همچنان مسائل کاریابی با اونا کار بکنن و زمینه کاری را برای از اونا مساعد بسازن. در این نشست مقدماتی همچنان بر تجدید تعهد حکومت افغانستان برای ایجاد سهولت در بازگشت پناهجویان افغان تاکید شده است، موضوعی که برخی از اعضای مجلس نمایندگان را نگران ساخته است و آنان از حکومت می‌خواهند تا نگذارد در این روند حقوق شهروندان افغان پامال شود. زمینه کاری بر از اونا بتانه، وقتی که اونا میاین زمینه کاری برشان مساعد باشه، باید کار بکنن و جای بود و باشتون کسانی که رفتین ادمن بود جای بود و باشت خود به فروش رساندین شاید نداشته باشن، این پول باید به مو مستحقینش برسانه. مسئولان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با آنکه از بازگشت پناهجویان افغان استقبال میکنند، اما بر موضع پیشینشان مبنی بر جلوگیری از خروج اجباری پناهجویان افغان تاکید میورزند. اهمیت برای ما این داره که روند باید شفاف باشه، کیس های از اینا به صورت فردی به بررسی گرفته شود با توجه به کنونسون ها و میثاق های بین المللی. اگر رد میشه حق استناف طلبی و یا هم به محاکمه حق دسترسی داشته باشند. با آنکه تصمیم اخراج 80,000 پناهجوی افغان خبر تازه‌ای نیست، اما موضوع نگران کننده این است که مبادا در بررسی درخواست پناهندگی شهروندان افغان برخوردهای دوگانه انجام شود. زنان افغان نگرانند که در نشست بروکسل از حقوق حقیقیشان به گونه درست پشتیبانی شود. رئیس کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان و اعضای شبکه نهادهای مدنی افغان برای صلح، افرادی را که از سوی حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا به نشست بروکسل گزینه شدند، شایسته ندانسته و تاکید میکنند که این افراد نمیتوانند برای بیرون رفت مشکلات بانوان که در ولایت ها بستر میبرند به گونه درست در این نشست نمایندگی نمایند. فیض ملک در این مورد گزارش ساخته است. اینجا برخی از مسئولان نهادهای مدنی و فعالان حقوق زن، رئیس کمیسیون زنان در مجلس نمایندگان و اعضای شبکه نهادهای مدنی افغان برای صلح گرد هم آمدند تا به حکومت بگویند که برای بیرون رفت از چالش‌هایشان در نشست بروکسل توجه جامعه جهانی را جلب کنند. بیشتر مو خانمایی که در سطح کابل فعال هستند و او هم اقتدار محدود بنان، ما بارها مطرح کردیم و باز هم فکر میکنیم که بدون حضور خانم‌ها از نقاط مختلف مخصوصا از ولایات و از مناطق مختلف برنامه مؤثر و همشمول نمیتونه باشه. اینان از گزینش افرادی که از بانوان کشور در نشست بروکسل نمایندگی میکنند نگرانند و این افراد را شایسته نمایندگی بانوان در این نشست نمیدانند. ما تشویش نگرانی داریم که باز هم این کنفرانسی است که پول هنگفتی به افغانستان داده میشه و ما میخواستیم که باید دیدگاه ها و نظریات و پیشنهادات و مطابق معمول نیازمندی هایی که در ولایات ولسوالی ها و قرا و قصبات می بود در اینجا شریک می بود. اشتراک مؤثر و فعال زنان در امور امنیتی، سیاسی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی. 1. اختصاص منابع مالی و مدیریت خاص برای تطبیق پلان عمل برای قطعنامه شورای امنیت 1325 در تمام نقاط کشور. قرار است تا 3 روز دیگر وزیران خارجه 72 کشور جهان برای کمک به افغانستان در بلژیم گرد هم بیایند. گردهمایی که بار دیگر امیدها را به انجام تعهدات دیگر جامعه جهانی تا سال 2020 میلادی برخواهد انگیخت. سمت‌های معلمی در برخی از ولایت‌های کشور خرید و فروش می‌شود. شمار از اعضای مجلس نمایندگان می‌افزاید برای معلم شدن در کشور از 50,000 افغانی تا 100,000 افغانی باید پرداخت. با این حال معین وزارت معارف از احتمال وجود داشتن و یا نداشتن این موضوع سخن زده و می‌گوید بخش گزارش‌های نادرست در مورد مکتب‌ها و معلمان خیالی در کشور سبب کاهش کمک‌های کشورهای کمک کننده به این نهاد شده است. امید دولت‌زاده با اجازه بیشتر خبر. امروز مجلس نمایندگان وزیران معارف، صحت عامه، کار امور اجتماعی شهدا و معلولین و مسئولین کمیسیون مستقل اصلاحات اداری را در پیوند به بس‌های خالی در نهادهای دولتی استجواب کرد. با این حال برخی از نمایندگان در این مجلس از فروش سمت‌های معلمی در وزارت معارف خبر می‌دهند. چوکی معلم بیچاره چی عاید داره که از 50 تا 90,000 حتی به 100,000 هم چوکی فروخته میشه و باید بیچاره بر یک سال و یا 14-15 ماه معلم باشه که هیچ عاید نداشته باشه و رو باید بر یک رشوت گیرنده باید بدهد. معین وزارت معارف به این باور است که این موضوع امکان دارد که وجود داشته باشد و یا هم نه، اما از سوی این وزارت در این مورد بررسی صورت خواهد گرفت. رد کردن نمیتونم و تاییدم کردن نمیتونم. همین ممکن در یک ولایت همین مشکل نباشه، در ولایت دیگه این مشکل وجود داشته باشه. بهتر است که یک دره مشخصتر صحبت شوه که زمینای تفتیش و زمینای ارزیابی به وزارت معارف میسر شوه. در پیوند به بستهای خالی در نهادهای دولتی، وزیر کار و امور اجتماعی میگوید بیکاری سبب ناهنجاری ها در کشور شده است، بنابراین تلاش هایشان برای استخدام افراد شایسته در بستهای خالی ادامه دارد.
در مجموع ملت 60% جوان است و بیکاری هم فوق‌العاده زیاد است و دیده و امید فامیل‌ها و بالاخره ملت برمی جوان است. در همین حال معاون کمیسیون مستقل اصلاحات اداری از کاهش بست‌های خالی در نهادهای دولتی سخن می‌زند. جای خوشی به این است که ما بعد از فیصلاتی که صورت گرفت در امو جلسه شاهد پیشرفت‌های نسبتاً خوب در بحث استخدام بودیم. پیش از این 51,000 بست در نهادهای دولتی خالی بود که از این میان نزدیک به 25,000 آن مشمول نهادهای ملکی و متبقی آن شامل نهادهای نظامی کشور می شد. اما اکنون مسئولان از کاهش این آمار به 14,000 بست خالی سخن می زنند. بیش از 100 کارمند دادگاه عالی به جرم گرفتن رشوه و تخلف از قانون از وظایفشان سبکدار شدند. سخنگوی دادگاه عالی افزود در 18 ماه گذشته اصلاحات بنیادی را در بخش‌های گوناگون دادگاه عالی آوردند. در همین حال این نهاد از ایجاد معینت زیر نام من خشونت علیه زنان و تخلف کودکان و حقوق بشر خبر می‌دهد. مسئولان دادگاه عالی امروز در نشست خبری از اصلاحات پسین حکومت در این نهاد خبر دادند. سخنگوی دادگاه عالی میگوید در 18 ماه پسین بیش از 100 کارمند این نهاد به جرم اخذ رشوه و تخطی از قانون از وظایفشان برکنار شدند. 119 نفر را به جرم ارتکاب رشوت و تخلف از قانون بازداشت کرده است که از جمله آنان 9 نفر قاضی، 27 نفر محرر، 1 نفر سارنوال، 3 نفر وکیل مدافع و بقیه از کمیشنکاران و سایر اشخاصی بودند. آقای عطایی همچنان از افزایش دیوانهای این نهاد از 5 به 8 دیوان خبر داده و می افزاید برای جلوگیری و بررسی پرونده های خشونت در برابر بانوان دادگاه ابتدایی خشونت در برابر بانوان ایجاد شده است. یعنی تشکیل سال 1395 محاکم ابتدایی خشونت علیه زن ایجاد گردیده و در سطح استناف محکمه استناف خاص و در سطح تمیز دیوان جداگانه رسیدگی به جرائم خشونت علیه زن و تخلفات اطفال ایجاد شده است. در همین حال مسئولان دادگاه عالی شماره هایی را با رسانه ها شریک ساختند که شهروندان با تماس گرفتن با آن از قاضی ها و دیگر کارمندان این نهاد که برای رسیدگی به پرونده های آنان رشوه می خواهند و یا کارشکنی می کنند به این نهاد اطلاع دهند. پزشکان بیمارستان‌های گوناگون شهر کابل یک سال در بخش بهداشت پژوهش کردند. رئیس خدمات صحی بیمارستان شاه امان الله خان میگوید این پژوهش که در بخش‌های گوناگون بهداشت انجام شده است سبب رشد ظرفیت پزشکان خواهد شد. احمد شکیب گزارش می‌دهد. از بیمارستان‌های گوناگون شهر کابل در بیمارستان شاه امان الله خان گرد آمدند و در مورد یک سال پژوهشی که در بخش بهداشت انجام دادند سخن می‌زنند. این پزشکان میگویند توانایی پژوهش را در بخش های گوناگون بهداشتی دارند، اما امکانات لازمه که برای پژوهش نیاز است را در اختیار ندارند. ای کاش او قدر توجه و تلاشی که در همه عرصه های دیگه از کشور ما شده بود، ای کاش یک فیصدی ضعیفش توجه و امی مؤسسات صحی ما می شد. امی مشکلات ایجاد کرده که نتانستیم که تحقیق خود به سطح افغانستان چیز کنیم. تنها تحقیق ما به سطح شفاخانه ما بود و به مریضای مختص به خود ما بود. انتقادهای این است که نه تنها در بخش پژوهش، حتی در بسیاری از بیمارستانهای کشور نیز لوازم بهداشتی برای بیماران وجود ندارد و به همین دلیل بیماران برای درمان به بیرون از کشور می روند. وزارت صحت عامه اقلا در هر شفاخانه خود دو پای التراساند داشته باشه. راه اندازی برنامه های پژوهشی در بخش بهداشت برای بلند بردن ظرفیت پزشکان اثرگذار دانسته می شود. تعداد مریضان که بالای آنها تحقیقات انجام شده کم به نظر می رسد، ولی می توان آنها را با نتایج تحقیقات در بعضی از ممالک پیشرفته جهان چون برازیل، هندوستان و ایران و غیره مقایسه نمود. نشست علمی و پژوهشی در بخش بهداشت در هر سال یک بار در کشور برگزار می شود و این ششمین نشست آن است. پلیس تخار میگوید جنگ افزارهای طالبان از ذخیره‌گاه های فرماندهان پیشین جهادی تامین می شود. نور محمد حکیمی فرمانده پلیس تخار می افزاید قاچاقبران جنگ افزارهای سبک و سنگین را به طالبان انتقال می دهند و پلیس به تازگی محموله از جنگ افزارها و مهمات را از مرکز تخار به دست آوردند که قرار بود به طالبان انتقال داده شود.
فرمانده پلیس تخار در نشست خبری میگوید جنگ افزار و مهمات طالبان از ذخیره‌های فرماندهان پیشین جهادی اکمال می شود. به گفته آقای حکیمی قاچاقبران جنگ افزارهای سبک و سنگین را از فرماندهان پیشین جهادی خریداری می کنند و سپس به طالبان می فروشند. مهماتی که قبلا در دست مجاهدین است و در دست دیپوها در دست افراد باقی مانده و در این چیزایی که مردم در دست اشخاص است، این جلاب‌ها مهمات‌ها را خریداری می‌کنند و این انتقال می‌ده توسط مردم‌های ماهری که جلاب هستند و تجار هستند، دکاندار هستند، اینا را انتقال می‌ده در چیز به طالبان. فرمانده پلیس تخار هرچند نام فرماندهی را که به طالبان جنگ افزار می‌فروشد نمی‌گیرد، اما می‌افزاید پیش از این یک فرمانده پلیس محلی در ولسوالی درقد ولایت تخار را هنگام انتقال جنگ افزار به طالبان بازداشت کردند. ما قبلا هم یک دستگیری داشتیم و یک مقدار مهمات، یک چند میل سلاح که دستگیری داشتیم، او را به طالبان انتقال می‌دادند. او توسط یکی از پلیس‌های محلی ولسوالی درقد بود، او را ما دستگیر کردیم. با گفته فرمانده پلیس تخار قاچاقبران تمایل زیاد به پول دارند و هیچ توجهی به حال مردم ندارند. این مقام محلی می‌افزاید که طالبان با جمع‌آوری و فروش محصولات، عشر و زکات و همچنان پولی که از حامیان مالیشان به دست می‌آورند، مصارف نبرد را تامین می‌کنند. با ادامه خبرها خوش آمدید. با گذشت یک هفته از آغاز دور جدید حمله های هوایی به حلب در شمال سوریه، درگیری های خیابانی در این شهر شدت گرفته است. به گفته گروه ناظران حقوق بشر سوریه، در جریان این درگیری ها نیروهای دولتی سوریه موفق به پیشروی در شمال و مرکز حلب شدند. بنابر اعلام این گروه دست کم 15 نفر از جمله دو کودک اثر حمله های هوایی به این شهر کشته شدند. از سوی دیگر آمریکا گفته است که حمله های هوایی روسیه در سوریه سبب افراطی شدن گروه های میانه‌رو مخالف حکومت بشار اسد شده است. حکومت هنگری طرح بحث برانگیز سهمیه‌بندی توزیع پناهجویان از سوی اتحادیه اروپا را به همه‌پرسی می‌گذارد. پرسش همه‌پرسی این است که آیا می‌خواهید اتحادیه اروپا شهروندان غیر هنگری را بدون تایید مجلس آن کشور در هنگری اسکان دهد؟ دولت این همه‌پرسی را راه اندازی کرده و به پاسخ نه مردم امید بسته است تا طرح سهمیه‌بندی پناهجویان را نپذیرد. طوفان استوایی موسوم به میتیو با در نردویدن منطقه لاگواجیرا در شمال شرق کولومبیا و گرفتن جان یک نفر به سوی کیوبا و حیاتی در حال پیشروی است. بر بنیاد گزارش ها طوفان و گردباد میتیو پس از گردباد سال 2007 میلادی به نام فلکس شدیدترین طوفان در اقیانوس اطلس است. میتیو با سرعت 220 کیلومتر در ساعت پورتو پرنس پایتخت کشور حیاتی و دیگر شهرهای این جزیره را نیز تهدید میکند. نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا موسوم به فارک چند روز پس از امضای توافقنامه صلح با دولت به خاطر کشته شدگان جنگ پوزش خواست. در یک از خونین ترین حملات شورشیان فارک در سال 1994 میلادی در منطقه چینیتا 35 نفر از جمله دو کودک جان باختند. یک از فرماندهان فارک با پوزش خواهی از درد و رنجی که جنگ به مردم تحمیل کرده بود گفت: همه ما در طول زندگی خود مرتکب اشتباهاتی می شویم. پیامد برخی از این اشتباهات بزرگترند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. باز هم خوش آمدید. سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش زیربناهای مخابراتی دست یافتند. امروز کارشیوه تازه از سوی وزارت مخابرات معرفی شد که بر بنیاد آن سرمایه‌گذاران می توانند در بخش‌های مخابراتی سرمایه‌گذاری کنند. مقام‌های حکومت می‌گویند تلاش می‌ورزند عرضه خدمات اینترنتی و مسئولیت مکالمات را بهبود بخشند. باز به عرضه خدمات مخابراتی را از سوی بخش خصوصی معرفی کردند. به گفته آنان پس از این عرضه خدمات مخابراتی از انحصار دولت بیرون شده و بخش خصوصی نیز میتواند با استفاده از زیربناهای مخابراتی به سودی بیشتر دست یافته و سرمایه گذاری ها در این بخش افزایش یابد. فراهم سازی زمینه رقابت عادلانه در مارکت فایبر و زیربناهای اساسی مخابراتی، فراهم کردن زمینه دسترسی به زیربناهای فعال و غیر فعال سکتور مخابرات به طور شفاف. از سوی هم وزیر اقتصاد میگوید با ایجاد این کارشیوه زمینه اشتغال و روند سرمایه گذاری در کشور گسترش می‌یابد.
در چند مورد تغییرات عمده را بار میاره. اول افزایش فرصت‌های کاریابی، دوم تقویت سکتور خصوصی، سوم افزایش رشد اقتصاد در کشور، چهارم افزایش در عواید داخلی، پنجم تقویت حکومتداری الکترونیک، ششم تقویت سرمایه‌گذاری مشترک عامه و سکتور خصوصی. مسئولان بخش خصوصی میگویند پیش از این قانون‌های دست و پاگیر جلوی سرمایه‌گذاری را در بخش گوناگون کشور و به ویژه در بخش مخابرات گرفته بود. یک نوع تبعیض وجود داشت. سکتور خصوصی آزادانه مستقلانه نمیتونست روی امتداد، ایجاد و مدیریت فایبر نوری به خصوص فعالیت داشته باشد. به گفته مقام‌ها حکومت تلاش می‌ورزد تا 4 سال آینده 15 میلیون نفوس کشور به خدمات اینترنتی با سرعت دست یابند و به همین گونه زمینه عرضه خدمات نسل چهارم فناوری در شهرهای مهم کشور فراهم شود. تفاهم‌نامه ساخت بخش دوم بند برق کجکی امروز میان وزارت انرژی و آب و یک شرکت ترکیه امضا شد. مسئولان وزارت انرژی و آب میگویند با ساخت بخش دوم بند کجکی 150 مگاوات برق در این بند تولید شده و ظرفیت این بند به بیش از 2 میلیارد متر مکعب آب خواهد رسید. وزیر انرژی و آب در مراسم امضای تفاهم‌نامه ساخت بخش دوم بند برق کجکی که در کاخ ریاست جمهوری برگزار شده بود افزود این بند به ارزش 200 میلیون دلار توسط یک شرکت ترکی که پول آن از سوی آمریکا پرداخت می‌شود ساخته خواهد شد. مسئولان وزارت انرژی و آب می‌گویند با ساخت این بند بیش از 100 هزار هکتار زمین کشاورزی در ولایت‌های هلمند و کندهار آبیاری شده و زمینه خوب رشد برای بخش خصوصی فراهم می‌شود. سکتور خصوصی پیام روشن اینه که سرمایه‌گذاری در عرصه انرژی در افغانستان، چی در هیدروپاور، چی در سایر بخش‌های تولید انرژی، یک تجارت پرسود، یک تجارت پرمنفعت با وجود همه مشکلات موجود در کشور. از سوی هم مشاور اقتصادی رئیس جمهور از گشایش چندین پروژه بند برق دیگر در آینده نزدیک خبر می‌دهد. موش ویاړو چې د ولسمشر د لارښوونو سره سم په نورو پروژو چې د کندهار او د هلمند د برښنا تولید زیاتوي په نږدې راتلونکي شاهدان اوسو. گفتنیست کار ساخت بخش دوم بند برق کجکی از چند سال به این سو به دلیل ناامنی باقی مانده بود، اما امروز تفاهم‌نامه ساخت آن به امضا رسید و قرار است کار این بند تا 4 سال دیگر تکمیل شده و به بهره برداری سپرده شود. و حال هم توجه نمایید به نرخ اسعار در بازارهای کشور. و این هم چند خبر از دنیای ورزش. تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و هند در یک رقابت دوستانه و مساوی هم خواهند رفت. بر میلاد اعلام فدراسیون فوتبال کشور همزمان با برپایی جشن نوروز و استقبال از سال نو هجری خورشیدی این دیدار دوستانه در کابل برگزار خواهد شد. برای نخستین بار فدراسیون فوتبال افغانستان تصمیم گرفته است با حضور 10,000 تماشاگر در یکی از شب‌های سال نو میزبان یک بازی مهم باشد. این بازی به هدف دوستی و وحدت میان کشورهای افغانستان و هند برگزار می شود. افغانستان داشت با فدراسیون هند به خصوص در آخرین کنگرس UFC که در هند برگزار شد و جناب آقای سید علیرضا آقازاده از کاپیتان جنرال فدراسیون در کنگرس حضور داشت و به مقامات هندوستان صحبت کرد. صحبت‌های مقدماتی شده و موافقه‌های مقدماتی شده بین دو فدراسیون که بازی دوستانه شده در یکی از شب‌های نوروز و جشن نوروزی راه اندازی شکل گرفت. این در حالی است که انجام این دیدار دوستانه با هند به دلیل دشمنی دیرینه این کشور با پاکستان می‌تواند سبب حساسیت‌های بین دو کشور و تهدیدهای امنیتی برای افغانستان شود. از ورزشکاران برتر رشته ورزش تنیس ستایش شد. پس از پایان مسابقات انتخاباتی تیم ملی تنیس از شهرهای برتر این رشته ورزشی با حضور عظیم نیازی رئیس فدراسیون تنیس و دیگر مقامهای کمیته ملی المپیک بر ریاست محمد ظاهر اخبر با اعطای مدال قدردانی گردید. در این مسابقات که میان ورزشکاران ولایت‌ها و پناهجویان مقیم ایران و پاکستان برگزار شده بود 29 نفر به تیم ملی تنیس دعوت شدند.
و مشت‌زن بریتانیایی به دلیل جراحات در مسابقه جان سپرد. این مشت‌زن 25 ساله اسکاتلندی پس از آن که در راوند پنجم به حریف ولزی خود باخت به دلیل جراحات شدیدی که داشت به شفاخانه منتقل شد. مدیر برنامه‌های مایک تاول اعلام کرد که او دچار خونریزی مغزی شده و در شفاخانه درگذشته است. از سال 1986 میلادی 4 مشت‌زن حرفه‌ای به دلیل جراحات هنگام مسابقه در بریتانیا جان سپردند. و حال هم وضعیت هوای فردای کابل و چند شهر دیگر کشور. خبرهای این ساعت تقدیمتان شد. متشکرم از توجه و همراهیتان. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.